یه چند سالی هست که من تو جمع همکاران و البته تو کلاسام میگم که بترسید از روزی که سنسور دوربین‌های موبایل اندازه سنسور دوربین‌های DSLR یا میرورلس بشه و یا اینکه بشه روی دوربین‌های موبایل لنزهای متعددی مثل دوربین‌های میرورلس یا DSLR سوار کرد. اون روز فرا رسیده. وقتش خیلی جدی‌تر به این مبحث بپردازیم. حالا من چرا گفتم بترسید از اون روز؟ ببینید یه روزی که دوربین‌های میرورلس اومد به دلیل سبک بودن، کوچکتر بودن، جایگزین دوربین‌های DSLR شدن. خیلی‌ها میگفتن نه، DSLR جایگزینی نداره، ولی همین سبک‌تر بودن، کوچکتر بودن و تکنولوژی بالاتر، هوشمند بودنش باعث شد که جایگزین دوربین‌های DSLR باشه. خب، حالا فرض کنید گوشی تلفن همراه شما لنزش قابل تعویضه، سنسورش هم اندازه سنسور دوربین میرورلس شماست و کوچیک، جمع جور، قابل هم، همیشه تو جیبتونه. خب قطعاً یک خطر بزرگی بر دوربین‌های میرورلسی خواهد بود که اندازش از موبایل بزرگتره و یا سنگین‌تره. حالا بیام ریز بهش میپردازم، بهتون میگم دقیقاً چرا ممکنه دوربین‌های موبایل کامل یا نه بگیم تا مقداری جایگزین دوربین‌های میرورلس بشه. خب قبل از اینکه به ادامه مبحث بپردازیم خیلی ازتون پوزش میخوام که دیر به دیر ویدیو آپلود میکنم و واقعا توی شرایط کشور توان جسمی و روحی کافی برای درست کردن این ویدیو ندارم، ولی تمام تلاشمو میکنم که سر قولم بمونم و مطالب آموزشی رو براتون بذارم. اگرچه یه ذره دیر شده ولی واقعا تلاشمو میکنم که ادامه بدم. بریم سراغ مبحث خودمون. سنسور در واقع دوربین‌های موبایل الان تا اندازه 1 اینچ اومده. خب این خبر خیلی خوبیه، ولی اون در واقع موبایل هایی که سنسور 1 اینچ دارن به طور مثال قدرت پردازش آیفون و مثلا سامسونگ رو هنوز ندارن، برای همین هنوز نتونستن از سنسور 1 اینچیشون بهترین بهره رو ببرن. ولی فرض کنید سنسورهای دوربین اندازش بشه 4، دوربین های موبایل اندازش بشه 4/3، یعنی همون سنسوری که روی GH6 و GH5 پاناسونیک هست، با قدرت پردازش مثلا آیفون تصورش کنید که احتمالاً سال بعد سنسورهای 4/3 روی دوربین‌های موبایل خواهد اومد. این از این. پس ما از لحاظ سنسور داریم میرسیم به سنسورهای میرورلس. و فرض کنید که همین الان میتونید لنزتون رو، لنزهای مختلفی مثل لنز 50-60 و لنزهای مختلفی رو روی دوربین موبایلتون نصب کنید که این اتفاق هول و هوش 1 ماه پیش تا 40 روز پیش اگه توی شرایط این روزا حضور ذهن داشته باشم افتاد. کانسپتی معرفی شد از طرف شیائومی روی 12S اولترا که با لنز لایکا شما میتونستین در واقع یک دوربین داشته باشید. تو این کانسپت شما سنسور رو روی بدنه در واقع موبایل خودتون میبینید رو 12S اولترا شیائومی و یک مانتی قرار داده شده که توی مانت لنز بهش پیچ میشه و وقتی لنز رو برمیدارید شما سطح سنسور رو میبینید که با یه لایه محافظ شیشه‌ای جدا شده از سطح بیرونی که اون سنسور آسیب نبینه. اگر به این ویدیو دقت کنید شما متوجه میشید که دیگه این رویا نیست و داره به حقیقت میپیونده که شما میتونید لنزهای متعددی روی دوربین موبایل خودتون نصب کنید و در واقع از موبایل خودتون به عنوان یک دوربین حرفه‌ای استفاده کنید. این ویدیو به وضوح نشون میده که کمپانی‌ها دارن به این فکر میکنن که موبایل‌ها رو سمت دوربین ببرن، نه دوربین‌ها رو سمت موبایل، و دارن سنسورهای دوربین‌های موبایل رو بزرگتر میکنن و بهش لنز اضافه میکنن، لنزهایی که قابل تعویضه و بنا به هر کاری میتونید از لنز متفاوتی استفاده کنید که البته فعلا این لنزها اندازه بزرگتری نسبت به بدنه موبایل دارن و احتمالاً در آینده کمپانی‌های مختلفی برای ساخت لنزهایی که روی موبایل سوار شه با همدیگه رقابت خواهند کرد و این برای ما فوق‌العاده است. حالا بریم سر این موضوع که چرا با معرفی این کانسپت و بزرگتر شدن اندازه سنسور و معرفی این کانسپت، یعنی گذاشتن لنز روی موبایل در واقع دوربین‌های موبایل، دوربین‌های میرورلس موقعیتش به خطر می‌افته. همون جوری که زمان اومدن دوربین‌های میرورلس موقعیت دوربین‌های DSLR به خطر افتاد، الان من به عنوان کسی که سالهاست توی این تکنولوژی و توی دنیای تصویربرداری هستم میخوام بهتون بگم که واقعا با این کار دنیای میرورلس هم به خطر میفته.
چرا؟ دلیلش رو الان بهتون میگم. اول بریم سراغ مزایا و معایب استفاده از موبایل کنار یک دوربین حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای مثل دوربین‌های میرورلس. ببینید، موبایل قدرت پردازش بیشتری نسبت به دوربین‌های میرورلس داره و در واقع اون کوچک، البته موبایل‌های پرچم‌دار کمپانی‌های بزرگ رو من خدمتتون عرض می‌کنم و از لحاظ پروسس خیلی قوی‌تر داره عمل می‌کنه. وزن موبایل ها خب خیلی وزن و اندازش از دوربین های میرورلس کوچک تره. این مزیت یک موبایل نسبت به دوربین میرورلسه. و از اون ور فایل های مثل پرورس و HDR رو الان دیگه موبایل ها برای یک تصویر HDR و یک تصویر در واقع با کدک پرورس خیلی منت سرتون نمیذارم مثل دوربین های میرورلس، در حالی که دوربین های میرورلس اگر این تکنولوژی مثلا بگم پرورس فیلم بگیریم یا HDR فیلم بگیریم و میان کلی راجبش تبلیغات میکنم، ولی الان دیگه موبایل ها دیگه همه دارن HDR فیلم میگیرن. این خیلی جذابه. و مزیت بعدی موبایل استابلایزرشه. استابلایزر هم مکانیکی هم الکترونیکی، در هر دو صورت موبایل ها باز هم جلوترن، هم از لحاظ استابلایزر مکانیکی هم از لحاظ استابلایزر الکترونیکی. که این چهار تا مزیتی که من برای موبایل گفتم خودش واقعا خیلی به شما کمک میکنه که تو شرایط مختلف در واقع یک امتیاز بیشتری از دوربین میرورلس داشته باشید. حالا بریم سراغ معایب موبایل. معایب موبایل، حالا تصویر برداری با موبایل نسبت به تصویر برداری با دوربین میرورلس اینه که خب سنسورش کوچیکه. وقتی سنسورش کوچیکه تو نور کم به مشکل میخورید و نویز و داستانهای نور کم و فیلم برداری در شب و اینا رو دارید که باز با اون قدرت پردازشه داره یه ذرهش جبران میشه، همون جوری که تو آیفون 13 و 14 الان دیدیم و یا S22 اولترا که توی شب خیلی تصاویر خوبی دریافت میکنن، در واقع ضبط میکنن، به خاطر اون قدرت پردازش است که داره اون اندازه کوچیکی سنسور رو جبران میکنه. پس این اندازه کوچیکی سنسور خودش میشه یک موزل توی موبایل، ولی خب باز داره به قدرت پردازش یه جوری جبران میشه یه مقدارش. مشکل دوم موبایل اینه که عمق میدان کمو به شما نمیده، یعنی پشت سرتو بلر یا تار نمیکنه. این توی موبایل خیلی سخت به دست میاد چون اندازه سنسور کوچیکه. البته به خیلی چیزا ربط داره، یکیش اندازه سنسوره، حالا بعض ممکنه یه اختلافاتی باشه، ولی خب یکیش اندازه سنسوره که حالا اومده با گذاشتن لنز روی دوربین یک مقداری از این عمق میدان رو جبران کرده، نه به صورت کامل ولی یک مقدار. ولی اگر فرض کنید هم سنسور قرار بزرگ شه، یعنی یه سنسوری میشه مثل اندازه 4/3 مثلا GH5 و یه لنزی هم قرار روش سوار شه، خب همون عمق میدان مثلا GH6 و یا GH5 رو بتونی ازش به دست بیاری. اون دوتا نقص ممکنه در آینده جبران بشه. اگر میرورلس نتواند برتریای موبایل رو در واقع بهش برسه، احتمالا جایگاه خوش از دست میده. دقت کنید، 4 تا مزیت برای موبایل گفتم، میرورلس باید بره اون 4 تا رو به دست بیاره، ولی موبایل داره اون دوتا نقصش رو در سالهای آینده جبران میکنه و این واقعا ممکنه به ضرر دوربین های میرورلس باشه. خب همونجوری که دوربین های DSLR هنوز کامل کنار گذاشته نشده، این اتفاق بر دوربین میرورلس هم خواهد افتاد. چرا؟ بهتون میگم. ببینید، ممکنه میرورلس ها در واقع خیلی از جایگاه خودشون رو از دست بدن، ولی نه همه جایگاه خودشون رو، چون یه سری به هر حال کاربر حرفه‌ای داریم که فیلم برداری عروسی میکنن، فیلم برداری مستند میکنن و حتما باید از یک دوربین حرفه‌ای استفاده کنن. یه فیکس مثلا 3 آلفا 7 SSA باید حتما استفاده کنن که تو شب خیلی تصویر خوبی بگیرن، یا خیلی چیزای موارد دیگه، یا عکس خیلی با کیفیتی ضبط کنن. به هر حال هنوز جایگاه دوربین های حرفه یا نیمه حرفه ای سر جای خوش هست، اما دوستانی هستن که برای محیط مجازی فیلم میگیرن یا برای یوتیوب فیلم میگیرن، حالا یوتیوب شام بود مجازی، نهایتش میخوان یه 4K داشته باشن با یه بک‌گراند مثلا 4، خب این دوستان قطعا میرن سمت چیزی که تو جیبشون هست و هزینش کمتره و سبکتره و جایگزینش میکنن. یه سری دوستان هم اصلا تو سفر میخوان در واقع از دوربینشون استفاده کنن، چه بهتر که من بیام مثلا همین امکاناتی که FX3 من داره در اختیار من قرار میده رو 80%ش رو با گوشی تلفن همراه و یه چند تا لنز همراهش داشته باشم. خب من اون سبکی و قابل حمل بودنش رو ترجیح میدم و خود من یکی از اون آدمایی هستم که احتمال داره تو خیلی از سفرام اگر عمری باشه و
برسم به اون نقطه‌ای که در واقع موبایل ها بتونن با امکانات با در واقع کیفیت یک دوربین فیلم برداری کنن، من قطعا انتخابم موبایلمه که بتونم موبایلمو ببرم و با چند تا لنز، چون استابلایز بهتری میکنه، قدرت پردازش بهتری داره، سبکتر، قابل همتره و حتی یه سری امکانات هم به ما میده مثل HDR و پرورس که دوربینا هنوز تو قرار دادن امکانات یه ذره خسیسن، ولی خب من ترجیح میدم که سبکتر سفر کنم. برای همین میگم ممکنه خیلی ها بیان در واقع دوربین های میرورلسشون بزنن کنار و موبایل هاشون با لنز های قشنگیشون رو جای بزنن. یادتون باشه این انقلاب بالاخره رخ میده، پس بهتره برای اون آماده باشید.